یه چهره دیگه شرم، کمالگرایی و ترس از اشتباه کردنه. نویسنده میگه خیلی وقتا بچه‌ها انقدر مثلا به لحاظ هیجانی ازشون سوء استفاده شده، انقدر ازشون انتقاد شده، انقدر با معیارهای غیر منصفانه بهشون فشار وارد شده و اندازه گرفته شدن و هیچ وقت کافی نبودن که کاسه شرمشون پره و فکر میکنن اگر یه بار دیگه یه اشتباه کوچیک بکنن، اگر یه قطره دیگه از شرم تو این کاسه بچکه، انگار که لبریز میشه، انگار که دیگه منفجر میشه. برای همین حتی از انجام دادن کوچکترین اشتباهات میترسن، میدونید؟ و اینه که در واقع منجر به اون کمالگرایی میشه، منجر به اون میشه که همیشه حواسشون باشه که نکنه اندکی اشتباه کنن، نکنه مثلا یه وقت پاشون رو غلط کج بذارن. میدونید این ریشهش اونه. یه لحظه به این فکر کنید که ما میدونیم با علم که روش یادگیری روش صحیح و خطاست. یعنی بچه ها اشتباه میکنن، بعد بهترش میکنن، اشتباه میکنن و بچه‌ای که خطا بخشی از روش یادگیریش نبوده، بلکه یک بازخورد دردناک راجع به هویتش بوده. یعنی بهش میگفتن خطاکاری، نه اینکه اینجا میتونستی بهتر عمل کنی. این آدم خب با چه تجربه کودکی رو پشت سر میذاره و چطور دنیا رو میبینه. نویسنده میگه گاهی وقتا این آدم ها موفق هم میشن، ولی حسرت زندگی یک آدم معمولی رو عملا دارن. یعنی کسانی براشون جذابن که میبینه یه آدمی که به اندازه اون با معیارهای دنیای مدرن موفق نیست، ولی راضیه، ولی با خودش خوبه، ولی با خودش در صلحه. و اینا آدمایی هن که برای اینا جلب توجه میکنن و یک جور ای کاش انگار براشون تولید میکنن، ای کاش من هم با چنین صلحی با خودم زندگی میکردم. یه مورد دیگه، یه چهره دیگه شرم. گفتیم شرم فریبکار، چهرهای مختلف میزنه. یه چهره دیگه شرم ترس از خوشبختیه، چون شرم برمیگرده به این باور مرکزی راجع به خودمون که ما خودمون رو لایق خوشبختی نمیدونیم، چون احساس بی‌ارزشی میکنیم، احساس بد میکنیم راجع به خودمون، احساس میکنیم تقصیر ما بوده چیزی که حالا راجبش جلوتر حرف میزنیم، پس خودمون رو شایسته خوشبختی نمیدونیم. این خیلی نکته مهمیه. گاهی وقتا وقتی برای هر کسی پیش میاد که روزای خوب داشته باشه، تو این روزای خوب واکنش این بچه‌ها، واکنش این آدما اینه که نگران میشن، یه چیزی غلطه یا شاید یه چیزی اشتباهه. مثلا نویسنده میگه وقتی کسی بهشون محبت میکنه، چون اون محبت رو هیچ وقت نمیتونن درست دریافت کنن، چون خودشون به خودشون نمیدن، مشکوک میشن چه کاسه ای زیر نیم کاسه است، چطور ممکنه این آدم به من بتونه محبت کنه. یا اینکه دوچار این حس میشن که کی دست من رو میشه که این بفهمه، خود واقعی منو بشناسه و دیگه فرار کنه، مثل همه آدما از من، مثل خودم که از خودم فرار کرد. یا نگران اینن که این خوشبختی زیاد طول نکشه، برای اینکه خودشونو شایستش نمیدونن. یا از همه بدتر، وقتی این خوشبختی رو حس میکنن به همش بزنن، یعنی به صورت ناخودآگاه درست تو جایی که بالاخره تاسشون نشسته، بالاخره موقعیت شغلی عاطفیشون داره درست پیش میره، یه رفتاری میکنن که به صورت ناخودآگاه انجامش میدن که همه اون رو به هم بزنن، چون وضعیت آشنا براشون وضعیت خوشبختی نیست، وضعیت آرامش نیست. ببینید چقدر شرم میتونه فریبکار باشه. و بعد از دید خودشون هم میگه من چرا، چطور تو موقعیت هست همچین تصمیمی گرفتم یا همچین کاری کردم. تایید طلبی افراطی یکی دیگه از چهره های شرمه. اینکه بعضی از آدم ها مدام در حال اینن که از همه امضا بگیرن که من خوبم، میدونید؟ ده از همه، برای همه آدم ها مهمه که مثلا دوستاشون دوستشون داشته باشن، آدم های محدودی که دوستشون دارن. ولی این تایید طلبی افراطی یعنی این که تو هویتت مشروط به تایید همه است، میدونی؟ اونا چرا؟ چون خودتو تایید نکردی. در واقع چاله‌ای وجود داره که تو میخوای با همه آدما پرش کنی، با 8 میلیارد نفر، ولی چون خودت تو اون چاله نیستی، چون خودت با خودت مواجه نمیشی، اون چاله عملا همچنان خالی میمونه، هیچ وقت پر نمیشه، سیاه چاله است نه یک چاله.
و این تایید طلبی افراطی یعنی اینکه تو شاید عده زیادی هم مثلا با تو خوب باشن یا تاییدت کنن، اما اندک انتقادی، اندک سرزنشی، همه اون در واقع آنچه که ساختی رو به هم میزنه و اون باور مرکزی و دوباره اون گسل دردناک کودکی رو فعال میکنه که تو احساس بی‌ارزشی و احساس شرم رو انگار درونی کردی درون خودت. یکی دیگرش اعتیاده. اعتیاد ریشه بسیاری یا شاید همه اعتیادها به شرم برمیگرده. تو اپیزود که راجع به متیو پری چندلر صحبت کردیم اونجا خیلی این واضح تو تجربه زیست این آدم بود و بعدی این اعتیاد هم شکل‌های مختلف داره و در کل اعتیاد در یک کلمه بی‌حس کردن خود دیگه برای مدت کوتاهی، یعنی اون آدم از یه چیزی داره فرار میکنه و راهش هم و من میدونه که چیزی که روشی که انتخاب کرده شاید بکشدش، اما چیزی که داره ازش فرار میکنه رو تا باش مواجه نشه اون اعتیاد از بین نمیره. اون چیز ترسناک چیه که ما از اینقدر ازش گریزانیم که حاضریم بدنمون رو مسموم کنیم برای اینکه اینجا نباشیم؟ و در واقع این بعضی از چهره‌های شرمه که نویسنده باهاش شروع میکنه تا به ما نشون بده چیزی که داریم راجبش حرف میزنیم میتونه لباسهای مختلفی بپوشه که ما در نگاه اول تشخیص ندیم شرمه، اما چه بسا ریشه مشکل اساسی ما تو زندگی همین شرم باشه. اما شرم چطور ایجاد میشه؟ نویسنده میگه به خاطر سوء استفاده. یعنی اگه یک کلمه بخوایم بهش بگیم، بهش نسبت بدیم یک دلیل، اون سوء استفاده در دوران کودکیه. نویسنده این در واقع این توضیح رو میده که سه جور سوء استفاده مختلف وجود داره، سه تا کاتگوری سوء استفاده وجود داره. یکی سوء استفاده جسمیه، یکی سوء استفاده هیجانیه و سومی سوء استفاده جنسیه که گاهی یک کودک ممکنه هر ستاشو تجربه کرده باشه، گاهی ممکنه یکیشو تجربه کرده باشه یا دوتاشو. اما با سوء استفاده جسمی شروع کنیم. سوء استفاده جسمی رایج‌ترین شکلش که اسم تربیت هم میگیره کتک خوردنه و تنبیه بدنیه، یعنی بدنی که کودکی که تنبیه میشه به لحاظ بدنی، انواع مختلف هم داره، فقط هم در واقع اون شکل شدید اگزاجرش نیست، گاهی نیشگون گرفتنه، گاهی مثلا ضربه هست، گاهی پسگردنیه، هر چیزی که هست. این متاسفانه هنوز در جامعه ما وجود داره برای دهه ها روش طبیعی تربیت در مدرسه ها و در بسیاری از خانواده ها بوده. شلنگ گاز در بسیاری از مدرسه های وسیله کمک آموزشی مشروع محسوب می شده و انواع در واقع اینجور تنبیه ها. پس سوء استفاده جسمی شکل آشکارش تنبیه شدن فیزیکی در کودکیه، هرچند قربانی بعداً ممکنه به خودش بگه حقم بوده یا ممکنه به خودش بگه برای اینکه خیلی بچه شیطونی بودم یا برای آینده‌ام بوده یا اینکه به تربیتم کمک کرده یا اون ما نسلی بودیم که اونجوری با اون رفتار شد و این شدیم، حالا اگه اون نمیشد تبدیل به چی میشدیم. اینو بدونی حالا بهش میپردازیم. به هیچ عنوان تحقیر یا آسیب فیزیکی به کودک به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی تأثیر مثبتی در زندگی اون کودک نداره، به هیچ عنوان. میتونه تو مقطع باعث اون تکلیف رو انجام بده، اما مهمترین چیز یک انسان که عزت نفسشه، که شجاعت، که خود بودنش، انسان بودنش ازش میگیره برای همیشه. یه شکل دیگه سوء استفاده جسمی بی‌توجهی به نیازهای بدنی کودکه. میدونی از چیزای سادهش بگم، مثل این که مثلا نادیده گرفتن اینجور نیازهایی که لباس کودک باید تمیز باشه، میدونید غذاش باید مثلا غذای مناسبی باشه، نسلی که مثلا تو جوب بزرگ میشه و آب جوب میخوره و به این بنوای نوستالژی افتخار میکنه، غافل از اینه که چطور به لحاظ بدنی مورد بیتوجهی قرار گرفته. و این خیلی خیلی مهمه برای اینکه سالها حداقل در جامعه ما بدن یه چیز آلوده محسوب میشد. میدونید تو این دوگانه که از زمان دکارت شروع میشه که این مغزه و این بدنه، این روحه و این بدنه، همیشه اولویت به مغز، به ذهن و به روح داده میشد، ولی ما الان میدونیم اینا یکی هن همه با هم. اما بدن یه چیز آلوده مزاحمی بود. میدونی اگه به دردی هم میخورد، به درد قربانی شدن برای مثلا یه چیز بزرگ میخورد، یه ایده بزرگ میخورد، خودش به ذات ارزش نداشت. و یهو میبینین که چند دهه تو جامعه ما آدمایی هن که اصلا رابطه ای با بدنشون ندارن،
میدونی نه ورزش میکنن، نه غذای سالم میخورن، نه حتی فکر میکنن بهش. یه چیز مزاحمیه، یه جلد مزاحمیه که باید سرکوبش کرد و از شرش خلاص شد. میخوام بگم چطور این سوء استفاده های جسمی میتونه ریشه های فرهنگی جامعه شناسی توی جامعه داشته باشه و مشروعیت داشته باشه، یعنی به عنوان یه راه حل خوب، به عنوان یه چیز مثلا که کمک میکنه به رستگاری آدم ها روشون اعمال بشه. پس سوء استفاده سه تا دسته اساسی داره، یکیش جسمی بود که چند تا از مصادیقش رو گفتیم، بعدیش سوء استفاده هیجانیه.